خوشحالم که یک جلسه دیگه هم باز در کنار همدیگه هستیم و جلسه گروه درمانی داریم. حالا لطف کنید بگید که در طول هفته گذشته چه مشکلاتی، چه اتفاقاتی براتون رخ داده. هر کس بخواد میتونه صحبت کنه. من یه چیزی بگم؟ خواهش میکنم. من هفته پیش به یکی گفتم دوست دارم، به من گفت من چندشم میشه تو به من بگی دوست دارم. چی کار باید بکنم؟ چون ما حق دوست داشتن داریم، چطور باید زندگی کنیم پس؟ درست میگی. خب بچه ها شما نظری دارین در این مورد؟ اجازه میدین آقای اسد بگی؟ خواهش میکنم. ایشون باید بدونن که واقعا کسی رو که میخوان دوست داشته باشن باید ببینن واقعا لیاقتشو داره یا نه. چون دوست داشتن یه حرف یک معنی واقعی داره که باید دو طرف به این درک عمیق برسن. مثلا در حال حاضر هر جان که ما ذاتمون زن هستش، ولی خب فیزیکمون مردونه است، ظاهرمون مردونه است و ابراز احساسات یه مرد به یه مرد یه مقداری غیر عادی و غیر متعارفه. به خاطر همین خب طبیعیه که باید همچین بازخوردی هم انتظار داشته باشیم دیگه. من فکر می‌کنم ایشون باید توقع همچین چیزی رو داشته باشن. ولی انتظاری همچین حرفی رو نداشتم، چون حق دوست داشتن داریم. من که خیلی شاکه شدم وقتی ایشون این حرف برگشت ندارین. ولی خب بستگی داره خب به چه کسی باید این حرف رو بزنه. فکر می‌کنم ما تی اس ها یه جوری بالاخره یه دوست داشتن واقعی که بخوای به اون چیزی که می‌خوای برسی نیست. خب هزاری هم بخوای چنج کنی و به اون مرحله برسی بازم یه جای کاری رد داره. اینجا ببینید جفته ایشون، بعد ببینید چه جور آدمیه؟ یا آدم استریت یا آدمی هستش که گرایشش نسبت به ماها چه جوریه؟ ولی خب مسلماً یه آدم پسر معمولی هم بهش بگی خب یه با فیزیک پسرانه بره جلو بگی من دوستت دارم، خب مسلماً میگه من خوشم نمیاد. صرفاً فقط زن بودن، لباس زنونه پوشیدن یا مرد بودن، لباس مردونی آرایش کردن نیست از نظر من. من شاید ذره آرمانی فکر میکنم. من والا پیشنهادم اینه که خب یه کسی رو بتونه حداقل دوست داشته باشه که با این وضعیت و با این فیزیک قبولش کنیم. ما حتی توی ابراز دوستی با اطرافیانمون هم مشکل داریم، حالا چه برسه کسی که واقعا و عاشقانه دوستش داشته باشه. این مشکل همیشگی ماست. لباس پوشیدن زنان خیلی دوست دارم، توش خیلی احساس راحتی آرامش میکنم. با تیپ های مردان خیلی اذیت میشم، با تیپ پسران اصلا تا سر کوچه هم نمیتونم برم. اصلا بیرونم که میرم وقتی تیپ پسران نمیزنم یه جور عجیبی میشه، هم واسه خودم و واقعا احساس کنم هم واسه دیگران.
طرز رو رفتنم، طرز حرکاتم، فکرم خیلی واسه دیگران عجیبه و واقعا هم اینجوریه چون من اصلا توش راحت نیستم، ولی خب تو لباسه زنانه خیلی راحتم، خیلی احساس آرامش و راحتی میکنم، دوست دارم که همیشه تو حجاب زنانه باشم. چه خبره؟ خب کجا؟ باشه چه ساعتی؟ 12 باشه نیم، زنگ نزم، کاری نداری؟ خداحافظ. خداحافظ. چی بود؟ کسی نبود، یه دوست بود. این دوست اسم نداره؟ سیتا. سیتا بده نمیشت. این موقع بیرون نمیمونه. کجا بیدی؟ چرا مراحت ما رو نمیتونی؟ اگه فکر من نیستی یه ذره به فکر بابات باش. در رو باز کن شیبا، با تو هم در رو باز کن، خستم کردی، میخوام باز حرف بزنم. در رو باز کن، تو که پسر نیستی هر غلطی دلت میخواد بکنی. بله سلام بفهمید. بله خریدی اجاره؟ بودجتون چقدر؟ بله کدوم منطقه باشه؟ پارکینگ الزامیه؟ شما شماره تماستون رو بدید من با اتون تماس میدم. بله بله مرسی، خداحافظ. آقا جواد داستان این گل چیه؟ امروز روز زنه، آقای نصیری گفتن برای همه خانمای دفتر یه شاخی گل میگیرن. باشه مرسی. روز زنه. جناب این موتوراتون نقد یه قصی هم بریم؟ هم نقد هم قصی، ولی به کار شما نمیام. چطور؟ آخه فکر نکنم به خانوم‌ها گواهی نامه موتور بدن. بدن یا ندن فرق نمی‌کنه که، خریدش جرم نیست که. نه حالا شما کدومو میخواد؟ این 200 چند قیمتش؟ اون 600 تومن. 125 چنده؟ اینا 450 تومن. کارت شناساییتون شما. از کجا میایید؟ کرمانشاه. میشناسونه مرده که؟ من ترنس هستم. ترنس یعنی چی؟ دو جنسه. یعنی هم زنید هم مرد؟ بله. این هم مدره که پزشکی باید. من بری.
اسمتون چیه؟ محمد ناصر. بمبری جان سرا میشه یک قدم از ما بگیری؟ بفهم اینم مدارکتون. برو به سلام. برادرم میگفتش که درسته که ما تا رو نشناختیم، ولی مامان حتما تا رو میشناسه. مادر ابوی بچهش رو میشناسه. حتی اگه 4 سال نبودی خیلی عوض شده باشی، ولی خب مامان هم منو نشناخت. مگه دختری رفته رو سری خریده؟ مگه تو دختری رفته موتو خریده؟ این رواز مناشه چیه؟ این آبوده هرگه این آشغالا چیه؟ من اختلال دارم. این اختلال نیست، این حرافه، این شور. من میکشم از تو را، لعنتی. تو چرا خودکشی نمی کنه؟ من از دست تو راحت باشم. این شور احمق. اگه یه بار دیگه آرایش کنی جنازت تو کوچه است. بی غیرت هم اگه نکشمه تو در سر داره من سطر از دختر بدتره. اتاق منم انباری کردین؟ مهداد جان یه دقیقه موبایل تو میدی من. مهداد نه نوشین. نوشین جان. مامان در رو باکن چیکار میکنی؟ این دفعه درستت میکنم. چی رو درست میکنی؟ دیوونه شدی؟ تا آدم نشی نمیذارم از اتاق بیای بیرون. مطمئن باش این دفعه بیا بیرون دیگه شب بعد نمیگم که میخوای منو ببینی. بهتر. مهداد مرده بهتر از مهداد دو. بین جوینم الان یه بار یه دور بر این دختره به پلکی خشکتو میکشم سر. چی رو ولش کن؟ دستی تو انداز تو دیگه کی هستی؟ تو رفتن تو هم گم شو برو خونه تو بیام بخدمتت کنم. دیوونه بازیه چی خودت در میاری؟ دیوونه دیگه کیه؟ خواهرمه. شیبا یقشو ول کن. نفر باید کنم ولی یه بار یه بایین ببینمت گردن تو میشونم. حالا مری سعید برو به خاطر من برو. ایرم بعد همت زنگ زنم حیف که دست دختر بلند نده. برو بابا حیفه نون تو با پس کله نفر صدایت داری. برو خونه.
این نمونه بازی چی خود در میاری؟ من نمیخواد دوباره لنگه بی سر پا باشی. آخه به تو چه؟ اگه برادرم بودی به تو ربطی نداشت. وای ولی که الان خواهرمی. درنه تو هم برو خونه. تو مریضی. تمام ادا اطوارای پسرونت هم به خاطر همینه. میدونی بقیه در مورد تو چی میگن؟ میگن تو میخوای پسرشی بخاطر اینکه پسرا دو برابر دخترا ارث میبرن. خفه شو. اما من میدونم تو چرا میخوای پسرشی. تو میخوای پسرشی چون زشتی. تو میخوای پسرشی چون هیچ کس عاشقت نمیشه. خفه شو آشغال. احمق. آی قربانی راه داره با موتور جدار بزنیم؟ الان؟ آره یه پس که اون دنیا چرا؟ ما به کارمندی که تو خیابون با موتور ویراج میده نیازی نداریم. خب این مشکلتون اینه، من دیگه سوار موتور نمیشم. مشکلمون این نیست، مشکلمون اینه که اصلا تو تیپت پسرونه است. نه آرایش میکنی، نه به خودت میرسی. ما اینجا یه کارمند خانوم میخوایم، متوجه شدی؟ آره اینجوریه، کارمند خانوم میخوای. بله همینجوریه. خب به درک. یا امام زمان، پسرم رو به خودم برگرد. یا پنشن، یا فاطمه زهرا خانم. بچه هم از شما بخواهم. تمام نمازهایی که بیچادر خوندی باطله. همیشه باید خودم برای دیگران اثبات کنم. حالم گرفته میشه وقتی بهم میگن چرا دوست داری پسر بشی؟ چرا انقدر عشق اینو داری که پسر بشی؟ دلم میخواد داد بزنم بابا من میخوام خودم باشم. میخوام راحت زندگی کنم. دوست دارم خودم باشم. فقط خودم. کجا آقا؟ میخوام برم اونور. این بر زنونه. میخوام برم اونور. نمیشه بابا زنونه است بابا. بیا بایست این بر. خیلی تو زنا. چرا دنبال کاره عملت نمیری؟ عمل کنم که چی بشه؟ خب اینجوری لاغل به ازدواج میشه فکر کرد. تو با من ازدواج نمی کنی. از کجا میدونی؟ نه تو، نه هیچ مرد دیگه با من ازدواج نمی کنه. اگرم بکنه پشیمون میشه. چرا؟ چون همه مرد و بچه میخوان. با این های من باید ازدواج بکنم. نمیخوای غذا بخوری؟ غذای دورت هم نخوردی ها؟ تکلیف من چیست؟ هیچ، قرار بوده چی باشه؟ نمیخوای بری دنبال کاری عملت؟ نه فعلا حسرش ندارم. اونور باید یه سال درد بکشم، اونورم که بیکار شدم. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی میخوام با پول عملم یه ماشین بگیرم روش کار کنم. مثل که تو اصلا به فکر من نیستی. سعی کن یه خورده منو درک کنی. تو سعی کن منو درک کنی. من هم موقعیت خوبی دارم الان. خواهرم هلند است. برادرم هم که افغانستان. دوتایش هم منو میخوان الان. بازم میفهمی که هلند هر کسی نمیتونه بره. اما من به خاطر تو همینجوری بلا تکلیف ماندم. زودتر تکلیف من مشخص. تکلیف تو مشخصه. هر جا میخوای بری برو، هر کاری هم دلت میخواد بکنی بکن. زن از اولش رابطه ما اشتباه بود.
الو سلام، خسته نباشید. ببخشید می‌خواستم ببینم برای این فروش کلیه که روی دیوار زده بودین شرایطش چیه؟ بعد بیشتر نیستش؟ قیمتش ثابته؟ بله بله. نه من فروشنده هستم. اوه مثبته. من 23 سالم. بله خانم در خدمتم. سلام آقا رسول. سلام علیکم. خسته نباشی. خیلی ممنون. آقا رسول. بله. این مدارک منه. کارت سلامت. بله. گواهی نامه دفترچه کار. درسته. خواستم ببینم اینجا برای من کار به چه صورته. یعنی که شوفر تریلی بشین؟ بله آقا رسول. چرف کنم مدارک تو که خانم کامله. اما همچین موردی که ما خانوم شوفر تریلی باشه نداشته والا. آقا رسول چه فرق میکنه؟ راننده راننده است دیگه، زن و مرد نداره که. به صورت چشم. شما محبت کن شماره تماسونو بدین دفتر. اگه احیانا کتی صاحبه تریلی شوفر خانوم خواست ما زنگ بزنم خدمتتون. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خداحافظ. سلامت. ببین من اونو طلاقش میدم. دیگه دیر شده. چرا دیر شده؟ اصلا هم دیر نشده. من تازه حالا به این نتیجه رسیدم تو زن زندگی من هستی. تو میره عمل میکنی، منم که بچه دارم، هیچ مشکلی با هم ندارم. ببین هیچ وقت اون موقعی یادم نمیره، من میگفت تو اگه عملم بکنی میشه یه عروسک پلاستیکی، یه عروسک مصرفی، هیچ وقت زن کامل نمیشه. اشتباه کردم. ببین دیگه تمومش کن، من بی اف دارم. بی اف داری؟ آره. خیلی وقته؟ آره. دوستم داره؟ خیلی زیاد. رابطه‌م هم خیلی هم جدیه. ازت حمایت هم میکنه؟ آره، حداقل حمایت عاطفی میکنه. حالا برای حداقل منو به عنوان یه زن قبول داره. حالا برای من این جوایی نگه. دیگه تمومش بکنم. دیگه خواهش میکنم. دیگه راه رفتن زیر بارون خیلی دوست دارم. خیلی احساس خوبی بهم میده. خیلی احساس آرامش میکنم. فقط تو اون لحظه است که حس میکنم که واقعا زنم. حس میکنم بارون اون مردیت رو از من میشور و میبره و واقعا به اون چیزی که هستم میرسم. فقط هم تو اون لحظه که فکر خوب به سرم میزنه، نمیدونم چرا، ولی واقعا رو رفتن زیر بارون دوست دارم. خیلی احساس راحتی آرامش میکنم. نهار چی میخوری بگم بیارن؟ مگه نهار نداریم؟ نه نداریم. مامان کجاست؟ مامان رفت تبریز. تبریز برای چی؟ عروسی ندا. ندا کیه؟ دختر خالته دیگه. اینقدر بزرگ شده که داره ازدواج میکنه؟ بله. چقدر حرفی زنی؟ غذا میخوری یا نه؟ بذار من نهار درست کنم. حسام سر رفته. بذار دیگه. The goodness of themselves being represented. And that was the job that my father would have expected me to do. Sydney and Jamie share something more than being Oscar winners. They are both fathers of daughters. Six daughters. Six daughters. You see? چه هم بدیه دیم پاپا؟ به خدا حبسم کرده بودن. به خدا راست میگم این حرفا چیه؟ نه مولم ازم گرفته بودم. ببین اول باید خونه رو عوض کنم، یه جور دیگه اجاره کنیم که پیدام نکنم.
دیوونه. من تو رو ول کنم از کجا بخوام برم؟ نه برو گرم کسفت عوضی. شاید بتونی یکی دو روز اینجا بمونی، ولی بعید میدونم بچه‌ها قبول کنن کلن اینجا باشیم. خب میگی چه کار کنم؟ بیزی؟ من بی اف دارم. به درک که بی اف داری، مردشور بی افتو ببرن. اون خرجت میده، اون ساپورتت میکنه. اگه دوستت داشت بگو برات جا تهیه کنه. تو که میدونی من اهل بیزی نیستم. پس برو بمیر. اما من اهلشم جونی. به هر حال قرار باشه اینجا باشی بعد بیزی کنی، اینجا مکانه. راستی از ساحل چه خبر؟ ساحل کدومه؟ علی ساحل ملوسک؟ علی باربی نردشور بچه هایی ما رو ببرن که 100 تا اسم دارن. به هر حال اگه منظورت ملوسکه اوضاعش بد نیست، میتونیم بریم ببینیمش امشب. آره از عرفونه چشاتم دیوونه عداتم، ببین که خاطر خاطم من خاک پاتم، دلم و میلنزون قربونی نگاتم، میخوای بگو بمیرم که جون فداتم، هر روز میگردم برات از باق چی گود. تازه وارده؟ چنگیز عاشق تازه وارده است. بیا بشین یه فری با هم بخوریم. برو مزاحم نشو. کاریمون نداره. ولش کن. بگو بره. چه مرگت دختر کاریمون نداره. من معذبم. بس بگو بره. بیا بشین نمیذارم بهت بد بگذره. چنگیز جون برو امشب کاسب نیستی. آما. سوگان وایس کجا می سوگان؟ کجا رفتا؟ چه شو سیسی؟ امکان نداره خانم. آجی زن بگیره درست میشه. خانم امکان نداره. آجی امشب رو بذار باشه. بدکاره است. خاطر من. این هرزه است. پس رد. تو خیابون چیکار میکردی؟ اصغر قدیدتت. دیده تو این حرف داری؟ امشب باید گروه تو کمونه اینجا بری. میخوام بپرسم از سوگند که چی گذشته؟ اون مشکلش با خانوادش چی شده؟ اوضاع اولم که خیلی خرابه. دیشب اصلا خیلی بحث کردیم و اینا، اصلا کلا با هم بیرون هم کرد. دیشب گفت باید خونه بری بیرون. خیلی اوضاع بده. چرا؟ خب به خاطر حرفای دیگران. دیشب اتاق هم گشت، لازمانش دوباره پیدا کرد، لباسامو دید. بچه من پیشنهاد میکنم سعی کنید پلهای پشت سرتون خراب نکنید. خانواده ها رو داشته باشین. شما که توی خانواده مشکل دارین، اگر بتونین یک بار پدر مادرتون رو توی این جلسات بیارین، تاثیر خیلی خوبی میذاره. مخصوصا من بگم، مخصوصا اگه محسن زنشو بیارتون جلسات خیلی حال میده. آره چه خبر راستی؟ محسن گفتی به خانومه؟ نه آقای دکتر خیلی سخته، نمیتونم بهش بگم. ولی باید بهش بگی، باید بدونه. خب نمیتونه بپذیره، یعنی اگر بهش بگم اصلا نمیتونه درک کنه، یعنی این موضوع رو نمیتونه اصلا حذف کنه. محسن تو به لحظه ما رویش من دست دادی؟ نه. پس این کرم پودر من کجه؟ همه اینو به هم ریخته. بالاخره یکی به اینا دست داده دیگه. باشه دیگه. همش دلهوره دارم، دلم شور میزنه. با
بعض موقع فکر میکنم اشتباه کردم تأخیر جنسیت دادم، ولی کارش نمیشه کرد. سخته ولی راضیم. به حال اینم اینا زندگیه دیگه، باید ساخت. ما هم میسازیم. مرسی. چرا تلفن جواب نمیدی؟ چطور مگه؟ میخوام ماشین میگیرم، پول کم دارم. چقدر؟ 500 تومن. میخوام واسه پیکشی کنی؟ لازم دارم. مهتاب پروتا حساس شده. مسئله پول نیست. حساس شده یعنی چی؟ از نظر اون تو هنوز یه دختری، دوست نداره شوهرش با یه دختر بپره. آه، چون جناب علی علی عمل که مرچه ما یه دختریم، مرد بودن به عمل کردن نیست. مرد بودن به ریش و سیبیل و صدای کلوف نیست. داداش مردی به چیزای دیگه است که تو نداری. کاش به زنت میگفتی شیوا با اینکه هنوز عمل نکرده مرد بشه، اما از خیلی مردای دیگه اون من مردتره. تو کلاً قدی، عملم بکنی آدم نمیشی. آره بام شوا با. کجا؟ مگه پول نمیخواستی؟ به هر حال بهتره که اول عملات انجام بدی، بعد کلیت رو بفرش. چون اینطوری هم عوارض کمتری خواهی داشت و هم نتیجه بهتری میگیری. ولی من چاره دیگه ای ندارم آقای دکتر، باید این کار رو انجام بدم. سلام. سلام. ببخشید میخواستم ببینم شرایط فروش کلیه چیه؟ خانم هیچ راهی نداره، باید بری رضایتنامه پدرتو بیاری. خانم محترم، من دارم میگم من خانواده من طرد شدم، پدرم منو طرد کرده و شما میگی که برم رضایتنامه بیارم. به هر حال برای فروش کلیه باید رضایتنامه پدرتو داشته باشی. برو بیار کارتو را بندازم. کلیه برای منه نه برای پدرم که رضایت از اون بگیری. به هر حال این یه قانونه، منم نمیتونم کاری بکنم. پس تکلیف من چیه خانم؟ من میخوام که شما نباشین. برای چی؟ چی بگم؟ بگم پدرم بوده حالا مادرم شده؟ اصلا چی باید بگم؟ بگو عمتم. نمیگه عمشو برای چی آورده خواستگاری؟ خب خواستگاریه دیگه. به دختر خزیر گفتی؟ نه نمیدونه. باید پیش بگی. مانت هاش خوبه؟ آره. اون چی میگه؟ یه اگه تو بیای خواستگاری اون نمیاد. چه خبر؟ چه خبری مهمتر از این که بعد از 20 سال رانندگی بیام تو خیاطی کار کنم؟ تقصیر خودته. اگه بری پیش همون رفیقای قدیمی تو بگی من همون ابراهیم سابقم برات کار جور میکنم. بمیرم این کارو نمیکنم. آخه چرا؟ برای که ابراهیم مرد. شنبه ها بچه ها میان فودکورت، تو چرا نمیای؟ کیا میان؟ همه بچه ها. راستی یکی حاضر خرجتو بده به شرط اینکه بری دبی براش کار کنی. بیزی؟ نه پساجق چشم رو تو خرجتو بده؟ نظرت چیه؟ نمیدونم. تکراتو بکن، خوب فرصتیه. جانم سلام، چطور سلمان جان؟ حالت خوبه؟ قربونت، مرسی. چه خبر؟ اه به سلامتی. وقت عملت کیه؟
به تبریک میگم. خوش پاله فدات. نه من که مشغول کارم. نه با جرأتش هنوز پیدا نکردم بخوام عمل کنم. بازم خوش باعث که تکلیفت معلوم شد چجوری بود. نه. دکترت کیه؟ به سلامتی. همراه که داری؟ هیچ کی حاضر نشد بیاد؟ حسین ده پرچم. خودم میام. نه قربونت برم. خودم میام بالا سرت. نه. نه خودم میام. باشه میبینمت. کاری نداری؟ خدا حافظ. اما بود که خونه پرار کرده بودم. دانشگاه مردونه کار میکردم. شما وقتی میرفتم خونه با این خیلی خسته بودم. وقتی میخوابیدم کابوس میدیدم که مادرم من دوباره پیدا کرده و حبسم کرده. بعد از خونه میومدی؟ خب چاره ای نداشتم. به هر حال آدم به این راحتی نباید خانواده‌اش از دست بده. آره ولی اینجوری اعصابم راحت تره. هر جا بخوام لباس میپوشم، هر جا بخوام میرم. داشتم داغون میشدم. تو نوبت انا شما نخواستی نوبت اون نخواستی که بشی باشه باشید برو دیگه باشه بابا اصلا طالب بایسته این به خدا مسافرم نیست حالا حسین هم بشی باشه باشید برو آقا یا با همین مسافره برو یا اینا هم پیاده میکنم باید بریم چشم شما بفرم بشی برو دیگه 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 چشم شما بفرم واسه یه مسافر میگیری که باش رفتم میگه مگه بهت نمیگم مسافر نگی آقا با یه مسافر آقا جون 15 سال من توی خط دارم کار میکنم فکر اینجا رو خودم هر چند نش قرم میکنم یه مسافر کش میشه پیشی باشو باشو گریه پیاده میکنم پیشی آقا جون باشو باشو بهت میگم پیشی باشو باشو اصلا تو بشین نگه آره یه آقا من کنم بله سلام مامان چی شده بابا کارتو بگو حوصله ندارم اصلا دیوونه شدی خواستگاری من بهشون شیوا قصد ازدواج نداره حالا این خواستگاری کی هست من خودم ترتیب این خواستگاریو میدم دیگه هم این برنامه ها برای من جور نکن فهمیدی اصلا حرفش هم نزن دیگه این کارو نمیکنی فهمیدی یا نه الانم میگه نمیخوام اصلا باهات حرف بزنم آه
با این بودجه نمیشه براتون خونه پیدا کرد. خانم خب آقا پس تکلیف امسال من چی میشه؟ به زن تنها سخت خونه میدن. بله زن تنها جاشو تو قبره یا بغل یه مرد. مردم به اون میگن فاسد، اوا خواهر، هم جنس باز، همه مسخرمون میکنن، همه اذیتمون میکنن، مردا و زنا، این ور اون ور کوچه خیابون، فامیل، دوست، آشنا، همه اذیتمون میکنن. اگر یه دختری باشی بخوای پسر باشی، همه تحویلت میگیرن به خاطر شخصیت قویت، خیلی تحسینت میکنن. ولی ماها رو نه، ماها رو همه رو تأخیر میکنن، اذیتمون میکنن. هیچ کی درکمون نمیکنه، هیچ کی نمیتونه خوب درکمون بکنه. انگار که از یه سیاره دیگه اومدیم، انگار از مریخ اومدیم. خیلی وضعیت بدیه، خیلی واقعا اصلا نمیشه تحملش کرد. عزیزم دکترت کی بود؟ میر بود. راضی بودی؟ کارش خوبه؟ میگم بد نی. تو کی عمل داری؟ من فردا، ولی شاید کنسلش کنم. چرا؟ میترسم. میترسم از خود عملش، میترسم از آیندم، میترسم. برای همین من بهش گفتم اگه 1% شک داری عمل فردا تو کنسل کن. خانم پاشو تموم شد. این دیگه تموم شد. دیگه تموم شد. زن شدی میخواییم بریم. زن شد. درد داری؟ آره یکم درد داری. سرکار خودشه همینه. شما مرداد اولیایی هستی؟ بله. باز داشتین. مامان دیوونه وضعیت چی در میاری؟ من دیوونم یا تو که میخوای تقریر جنسیت بدی؟ مامان خجالت بکش. من ازش شاکیم. هم فاسد هم بدل پوشه. باید بریم کناتاری. پس شما نظر من خودم میام. پس بفرمایید. چشم بفرمایید شما من خودم میام. را بیفتی که؟ گفتم باشه خودم میام. دیوونه. حجابتم درست کن. چرا من تو این سکتوری نگه داشتی؟ دستور افسر نگهبانه. نه تو بازداشتگاه زنانه میشه نگه دار، نه تو بازداشتگاه مردونه. سیگار میخوای؟ نه. حاجی واقعا میخوای ازدواج کنی؟ خب آره محسن جان، چاره ای ندارم. به هر حال یکی باید باشه بالا سر بچه ها باشه. من میتونم مادر بچه هات باشم. بچه هات هم که میونه خیلی خوبی با من دارن. چی داری میگی محسن جان؟ من برم به بچه ها چی بگم؟ بگم بعد مادر خدا بیامرزتون محسن میخواد مادرتون بشه؟ حرفایی میزنی؟ آخه من دارم از زنم هم جدا میشم، دنبال کاری عملم هم. باشه به هر حال امکان نداره. مردم چی میگن محسن؟ حاجی یعنی دیگه بهم علاقه ای نداری؟ چرا؟ بهت علاقه دارم، شاید بیشتر از قبل، ولی واقعا نمیتونم درک کنم. پس میگی من چیکار کنم؟ حالا چه عرض کنم؟ فقط توکل به خدا، انشالله درست میشه، نگران نباش. استخاره کردم خوب اومد، ولی همیشه یه شک و تردیدی همراهم هست. سوگن جون، امشب باید بری، مهمون داریم. باشم. جا داری؟ یه کارش میکنم. میخوای اینجا بمونی؟ نه، مرس. مهمونای امشب خوب کیسایی هم، میخوای باشون آشناشی؟ نه، ممنون. سیسی جونم، یه نگاه بنداز ببینم خوب شدم یا نه؟ آره، آشیشم، بشین ببینم، این داشت ایراد داره. سلام، خوبی؟ ببین من بیرونم، باید بیا دنبالم. آره خیلی، پس ببین ساعت 8 همون عباس و باید همون قرار همیشه گیم باشه، همون جایی همیشه میای.
باشه بس زود بیا من تو خیابونم باشه قناری خداحافظ بفرمی دو تخت بله ببخش اسم سرکار احمد احسانی بفرمی بیا ساگر گوشاتو واکن مهمت دارم چی میگم جمعه این هفته قراره با خانوادت در خواستگاری شیوا اگه پا تو خونه اونا بذاری دماغتو میشونم حالی چود؟ تو چه؟ تو از این کی هستی؟ من کیم؟ من نامزد شیوا هم خوب شد؟ آخه احمق از من میپرسی من کیم؟ خب من خود شیوا هم دیگه تو میخوای بیای خواستگاری من خودم صد تا مثل تو رو میگیرم حالا هم میری به خانوادت میگی زنگ بزن خواستگاری رو کنسل کنم دفعه بعدم اگه خواستی بری خواستگاری یه نفر خوبه حداقل یه بار طرف رو دیده باشی حالا هم هری ولی بفرما یه لحظه برو آقا ساکت هر کی یه گیری میده یکی میپرسه چرا موهات کوتاهه میگم گرماییم موی بلند باعث خفگی میشه احساس خفگی میکنم یکی میگه چرا آرایش نمیکنی میگم پوست صورتم حساسه یکی میگه چرا انقدر کارهای مردونه میکنی میگم فمینیستم یکی میگه چرا ورزشای سخت میکنی میگم برای سلامتی خوبه یکی میگه چرا دامن نمیپوشی میگم تیپ اسپورت رو دوست دارم خلاصه یه جوری همیشه باید در دهن مردم رو بست علیکی سلام ببخشید شما از آقای ابراهیمی خبر داری نمی کجا میشه پیداش کرد ابراهیم کدوم ابراهیم ابی شیرازی رانندی ترانزیت اینجا کار میکرد آها ابی شیرازی چرا میشناسمش ازش خبری داری والله یه 4-5 سالی من ندیدمش یه سری میگن ماشینشو فروخته یه سری میگن عارف شده زده به کوکمر شما باش نسبتی داری بله خانمشی نه مرد حسابی از مردی خیلی نهیدی رفتی زن شدی؟ مگه هر چی به تو بگم تو نمیفهمی من چی میگم حالا چرا رفتی ترکیه عمل کردی؟ برای که اینجا به هی مجوز عمل نمیدادن چرا؟ برای که دوتا بچه داشتم میگوتن تکلیف اونا چی میشه؟ حق داشتن خیلی ناجوره یه دفعه بابای آدم زن بشه راستش نمیخواستم بیام اینجا به تو رو بندازم ولی بد جو تو فشارم نوکرت هم هستم حتما واسط یه کاری میکنم از خجو تو رو خدا کس نفهمی من کی هستم خیال راحت خب از خشم من میرم فلان کاری نداری خداحافظ بی جون من به زنگ میزنم میبینم ایت ای
دفعه درستت میکنم. چی رو درست میکنی؟ همین که به زور میخوای دختر بشی. من نمیخوام به زور دختر باشم، میخوام خودم باشم. اینا همش ادا اصوله، تلقینه. چه ادا اصول و تلقینه که باعث میشه من به خاطرش نه بدبختی و زرش بکشم؟ به هر حال این دفعه سفت و سخت جلوت وایسادم من. تو بیمارستان کار میکرده، برو تحقیق کن در مشکل من به من چیم بوده. اتفاقا چون بیمارستان کار کردم پزشکا رو خوب میشناسم، همشون دکون باز کردن. همین که میبینن یه نفر یه کمی مشکل هورمونی داره فوری عملش میکنن. میفهمی؟ تو مریضی. حالا تو به من میگی مریض، اشکالی نداره. مقصر منم که از اول جلوت سفت و سخت وای نسادم، ولی درستت میکنم. لاغر بذارید برم حموم، سر تا پامو کثافت برداشته. راست میگی، سر تا پات کثافته، اما این دفعه شستشو اساسی لازمه. فقها و مراجع زیادی به جواز تغییر جنسیت فتوا دادن. بر اساس نظر مراجع و فقهای شیعه از نظر اجماع هیچ دلیلی مبنی بر حرمت تغییر جنسیت وجود نداره. این علما معتقدن با تغییر جنسیت انسانیت انسان که تغییر نمی‌کنه. یکی از صفات انسان که همون مذکر یا مؤنث بودنش تغییر می‌کنه. در سایر ادیان الهی تغییر جنسیت رو حرام می‌دونن، اون رو تغییر در خلقت خدا می‌دونن. حالا حاج آقا تکلیف حجاب من چی میشه؟ من که خودم یه زن میدونم نباید محجبه باشم؟ شبهاتی در این زمینه وجود داره، اما مسلمه تا عمل تغییر جنسیت انجام نگرفته شما حکم مرد رو دارید. این چه تیپی واس خودتون درست کردین؟ آبرو هر چه زنه بردین؟ چی جا تو رو تنگ کردیم یه مشتریات رو گرفتین؟ بیشورا عوضی ها به این قیافهاشون اسم خودشون رو گذاشتن زن. لاقل یه ذره ظرافت و زنونگی از ما یاد بگیریم. بیم تو ماشین بشینیم. جا خیلی خوب شد؟ آره خیلی خوب شد. واقعا به هم میاد؟ آره عزیزم بهت میاد. به نظر من اصلا به هم نمیاد. بلندشو بگیرم چجوریه؟ مطمئن باش همه رنگا بهت بیاد، نگران نباش. چجوریه؟ چی شد؟ بچه اینجا بهتون ویزا نمیدم. تنها راهش اینه که یه جوری پاتون برسه به اون ور، بتونید پناهندگی بگیرید. چجوری؟ دلاله هستن، با دو سه تومن میتونم ببرنتون. ما اگه دو سه تومن داشتیم که نمیرفتیم اون ور. تنها راهش همینه، کار دیگه نمیشه که. فکر کنم تنها جای من تو جهنم سوگند جون. من وقتی هم کم بعد از خونه فرار کردم. فرار کردم. دیدم نه بعد از کشورم فرار کردم. بعدم به این نتیجه رسیدم آسمون همه جا یه رنگه. از خودم که نمیتونم فرار کنم. بعد با خودم کنار بیام. چمدونه تو بستی؟ اگه به فکر من نیستی به فکر بابات باش. اگه نیرو انتظامی بگیرته چه خاکی باید به سر اون بریزی؟ چرا بی حجاب میری بیرون؟ زود باش. الو سلما، الان کجایی؟ چند روزه که اینجا گرفتارم، فکر کنم مامانم همه رو خریده. حالا چی کار باید کرد؟ تو هر دوی پزشکانی پیش خانوشا بری، اون میتونه من اینجا در بیاره. وقت من میرم دفتر و مدرکم نشون میدم همه چی درست میشه. حتما میرم، مطمئن باش. حالا تو به برادرت چه خبر؟ از برادران فعلا خبری نی. تو خوبی؟ من خوبم، فقط تو خانوشا بری زود پیداش کن. خدافظ. سیگار میخوای؟ نه.
چی شد اسقر؟ بله خدا عمرت بده. فقط یه موردی هست. چه موردی؟ باید یه همراه داشته باشی. خب مسئله نیست، با یه همراه میرم. طوری که نمیشه، باید محرم باشی به همراهت. یعنی چی؟ یعنی که سیغش بشی. البته من صحبت کردم، صحبت کردم خودم همراهت باشم. خاک حالم به سرم. خجالت نمیکشی؟ میخوای من سیغه کنی؟ خاک بر سر، منم ابراهیم. مثلا اینقدر کثافتی. بابا من میخوام کارت را بیفته. باید ابی، ابی ای بابا گریه نکن. تو رو خدا برگرد سر خونه زندگی. من اصلا باورم نمیشه. یعنی چی که میخوام زن بشم؟ محسن تو شوهر منی. من محسن نیستم نگارم. دیگه هم محسن صدام نزن. باورم نمیشه. درست مثل خواب میمونه. تو خیلی از من دوری. اصلا منو درک نمیکنی. فرقی هم نمیکنه. ما حرفامونو قبلا زدیم، قرارامون هم گذاشتیم. با حاجی زندگی میکنی؟ یه اتاق بهم داده، فعلا حمایت هم میکنه. دو ماه دیگه هم وقت عمل دارم. خب من دیگه باید برم. محسن بابا سراغم نمیگیره؟ نه. چی میگه؟ بابا مدام میگه دولت دکتر آورده پسرها رو دختر کنه، بی خاصیت بشن، به درد جامعه نخورن. همین حرفا رو داره میزنه. از دخترها بی خاصیت هم دیگه ها؟ نه پسرم، فکر کنی شما دختر بودی خوشبخت بودی؟ نه اونم مشکلات خودشو داره، ولی از این وضعی که الان دارم خیلی بهتره. خدا تو رو اینطوری کرده، نباید به خواست خدا بجنگی. خدا درد میده، درمونم میده. خیلی مشکلات مادرزادی دارم، باید همجور بمونم که یه وقت با خواست خدا نجنگیده باشم. خدا غیر از بیماری عقل و همت هم به آدم داده. کار من لازم شرعی هم درسته. من این دین رو قبول ندارم. آهان، تو اون دینی که خود دوست داشته باشی و قبول داری؟ من تو رو همینجوری میخوام. میخوام پسر باشی. تو پسر بودی، من تو رو پسر به دنیا بودم. الان پسرم؟ الان چه نشونه یا پسر بودن تو من میبینی؟ واقعا خجالت آور خواهر من. از شما که یک عمر پرستار این مملکت بودی اصلا انتظار نداشتم. آقای قاضی یه پشتکوی هم بهتر از شما رفتار میکنه. شما اجازه بدید. شما ازشون شکایت داری؟ من شکایتی ندارم. فقط تعهد بدن که دیگه با من کاری نداشته باشن. اگه تعهد بدن من حتی زندگی کنم. شما میتونید بدید.
شما تا تعهد ندید نمیدین تشریف ببرید. آخه جناب آقای قاضی اجازه بده، من که گفتم به شما شما تشریف داشته باشید. آخه من یک مادرم. باشه ما که با تخیلات شما زندگی نمیکنیم. من آخه حرفی دارم. اجازه بده این آزمایشاشو داده. چطوری میتونم ببینم که پسرم به واسه دخترونه پوشیده داره تو خیابون چوبون میده؟ با واقعیت جور نیست، این تصورات شماست. آقا شایان، آقا شایان چی شده؟ نظری برات آوردم. دست در نکنه. اوضاع خوبه؟ برمانت خوبه. ببینمت. برمانت. الو، سلام، خسته نباشید. ببخش مزاحم شدم، راجع به آگهیتون تو روزنامه مزاحم میشم. بله، در مورد کار ویزیتوری. پورسانتش چقدره؟ بعد دقیقاً کارم چیه؟ لطف کن آدرس بدیم من بیام خدمتتون. امیر خان فعلا خداحافظ. به سلامت، سوغاتی یادت نره. حتما باش. خدا نگهدار. خداحافظ. سفید قرمز 20 دلار کنین، زیتون هم یک کارتون، روپ به نیم کیلویی هم 10 تا. آیا او گزده یه اغلانده اشتاقا صبر سفارش هلگان من ماهی دستشوی هم یک کارتون رو کنین. برم بی سفارش ده من نن توت سنده دوتار به اشتاقا صبر رو رخشوی هم یک کارتون همین رخ تنی سنده ایتون اینجا کرمشتون ببخشید کسی نیست سفارش بده؟ الان یکی میاد. من خیلی وقت منتظرم. شما سفارش ندارین؟ الان میاد. خیلی دوستم طعم واقعی عشقو بچشم. وقتی با یه دختر هستم احساس میکنم هیچ ارزشی برای عشقم قائل نیست. بازم میره سمت یه مرد دیگه. برای این فکر میکنم هیچ وقت مفهوم واقعی عشق رو نفهمیدم. بهتره برین دنبال یه کار دیگه. شما چه کاری؟ منشیگری، جوابگوی تلفن، یه کار ظریف‌تر. یعنی اینجا نیام؟ ویزیتوری به درد شما نمیخوره. اینی که میگم برات بهتره. نه با بعد نه مهمونش مرسه آزه خونم بعد نی داریم زندگی میکنیم میترمیم دیگه گوشو بده بینم دارم حرف میزنم گوشو بده میخوام زنگ بزنم من نمیدارم حرف میزنم سیر عبدو چرا بازه هشتی؟ من به زنگ میزنم به تو چرا عبدو بده بینم چرا در غرف میکنی؟ دیمونانزه چرا شما در میاری؟ من برم دستشوی برمیگردم باشه عزیزم سوگرم چون منم برم دیگه مزاحمتون نشم خب میمونده حداتم عزیزم مرسی خب دور هم نشسته بوده قرمونت بسم دیگه عجله دارم باید برم باشه هر جور راحته خدا نگهش روش میگذره خب خیلی خوشحال شدم ممنون خدا نگهدار خدافظ من برمیگردم مراقب خودت باش حتما بهم تماس بگیر باشه اونجا زنونه است مردونه اینوره اونجا من دارم مزاحمت شدم این مطلبی رو بهت بگم راستش از اولی که با سوگند دارمت فکر کردم بهت وابستگی پیدا کردم و اینا دوست داشتم با هم بیشتر آشنا بشیم ولی اگه خواهی دوست داشته باشی من این سری من حرفامون تو نوشتم شما رو تماس هم گذاشتم خوشحال میشم با هم تماس بگیریم مزاحمت نمیشم خدا حافظ این چیه؟ تینا به هم داره تو بهش چی گفته؟ هیچ هیچی بهش نگفته؟ چی بهش بگم؟
سوگند، سوگند کجا میری؟ سوگند، صبر کن. سوگند کجا داری میری؟ سلام، چطوری؟ این طرف ها؟ الو؟ سلام سلمان، نوشینم. حالت چطوره؟ چه خبر؟ نه با گرفتن دوره حفظم کردن، موبایلم هم شارژ نداره. خب به 110 زنگ بزن. خب میترسن دوره هم بازداشتم کنن. ببین یه زحمت داشتم، فردا میتونی بری پیش خانم صابری؟ آره حتما، نگران نباش. خیلی ممنون، مرسی. کاری نداری؟ فعلا خدافظ. سلما جون، بس که چششون تو رو گرفته، برو ببین چی کارت داره. آخه برم اونجا چیکار؟ دختر برو باشون حرف بزن، یه ذره معاشرتی باش، برو. آخه آخه بی آخه، برو باش. من تو رو پسر به دنیا آوردم، 25 سال پسر بودی، چی به سرت اومد؟ من نمیتونم با این موضوع کنار بیام. تو حاضر نیستی به خاطر مادرت از این موضوع بگذری؟ تو برای من مهردادی، تو مهرداد هستی. تو اگه عمل کنی یه دختر بشی، برای من غریبه ای. من دلم برای مهرداد تنگ میشه. 25 سال با اون بودم، نه با دختری که آرش میکنه و من نمیشناسمش. من مهردادم رو میخوام، من بچه‌ام رو میخوام. بعد فوت مادرم خیلی وقتا میرم تو محله، میرم نزدیک خونه همش رو قایم میشم، منقره منتظر میمونم یکی از در بیاد بیرون ببینمش. بابام خیلی شکسته شده، انگار که 20 سال پیرتر شده، اصلا باورم نمیشه همه چی عوض شده. خیلی دلم واسه شون تنگ میشه، ولی دیگه نمیتونم ببینمشون، دیگه منو قبول ندارن. بعضی موقع با خودم فکر میکنم که باعث و بانی مرگ مادرم من شدم. خیلی اذیتم میکنه، خیلی احساس گناه میکنم. سلام، کارت گواهی من لطفاً. خلف من ایستادین. شما کارت گواهی من لطفاً. حالا فکرین. کارت گواهی من لطفاً. یو این گواهی. گواهی من خودتون هستین. گواهی من خودم. شما خانم هستی؟ بله. ای خانم، اسمت ازدواج بفرست. شما اون رو دادم من برات توضیح. گواهی من خودی الکی گفتی؟ حالا خودم بده برات توضیح. حسابت کو؟ بده برات توضیح. مشکل تو توضیح بده. یه چیزی من نمیدونم، شما توضیح بده. من برات توضیح میدم. گفتم گواهی نمیدم، توضیح بده شما. نمیدی مال خودت، برو بابا. کجا؟ سالاد هم میخواستیم؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم، براتون زود میفرستم. خواهش میکنم، خواهد بفرستم. شده؟ کارت داشتم. چی؟
البته گفتم که آسمون همجا یه رنگه، ولی همجا یه روی پرهری هم هست. مهتاد، مهتاد، مهتاد برو ببینیم. مهتاد، 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 مهتاد. مامان، مامان یه فکرهای برای سر خوش آورده. مامان مهتاد، 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 من هم پوری زنگ بزن به اوشانس. مهتاد آقای دکتر، من حاضر نیستم اینجا تغییر جنسیت بدم. تغییر جنسیت اینجا جز درد سر به من هیچی نداره. زن بودن فقط به مشکلات من اضافه میکنه. مگه خواهر مادر من چه حقی دارن که من بخوام داشته باشم؟ شاید اگه توی کشور غربی بودم قضیه فرق میکرد، این کارو میکردم. ولی اینجا حاضر نیستم با زن بودنم حقوق و آزادی ما از دست بدم.